مسئله باز تکرار میکنم سرش تاکید داشت، وحدت در عمل برای پایان دادن به این حکومت استبدادی و همزمان آغاز از همین الان گفتگو بر سر خواستها و دیدی که ما از آینده داریم و جامعه که در آینده میخوایم در زندگی کنیم. این دو مسئله باید پا به پای هم جلو برن و نمیشه خواستا رو مطرح نکرد به نام وحدت در عمل و عملا وحدت در عمل رو تبدیلش کرد به وحدت کلام که به نظر من به هیچ وجه نمیتونه نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشه. آقای رفعت، در راستای همین صحبتهایی که شما الان فرمودید، آیا میشه با توجه به این که بدیل مناسبی وجود نداره همین گفتگوها رو بین نیروهای سیاسی و طرفداران آقای موسوی و خود موسوی آغاز کرد و منتها با درس گرفتن از تجربه قدیم که صحبتها رو قبل از بسلار را فردن این روش جدید بسلار عمل کرد و با توجه به صحبتهایی که بشد افکار رو به هم نزدیکتر کرد و به عنوان مثلا لیدر حالا این جریان یا یکی از نیروهای مؤثر از آقای موسوی پشتیبانی کرد، اما میگم پیش شرط ها رو از قبل گذاشت. به نظر شما همچین ظرفیتی در آقای موسوی و جریانات سیاسی دیگه وجود داره که بتونن با هم به یک نقطه اشتراکی برسن؟ من فکر میکنم که باید بحثن این مسئله آقای موسوی، من حداقل از موضع شخصی خودم این است که من آقای موسوی رو شخصا به ایشون رأی ندادم، اصلا در انتخابات شرکت نکردم، موضع من از همون موقع بسیار مشخص بود، ولی خب از ایرانیانی که در انتخابات شرکت کردند به نظر من بسیاری از اونها، احتمال زیاد اکثریت اونها، آقای موسوی رو به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب کردند. دفاع از این انتخاب و گزینش مردم ایران رو من وظیفه خودم میدونم و فکر میکنم وظیفه همه باید باشه، ولی این نمیتونه دلیل بر قبول نظرات آقای موسوی و دادن به قول فرانسوی ها کارت بلانش یا کاغذ سفید به آقای موسوی باشه که چون ایشون در انتخابات بسیار محدود و غیر دموکراتیک که فقط 4 کاندیدا تونستند در انتخابات شرکت کنند و مردم بلجبار از میان این 4 کاندیدا یکی رو انتخاب کردند، این دلیل نمیشه که باید چشم و گوش بسته و بدون بیان خواسته و نظرات به دنبال ایشون رفت. حق ایشون رو در عنوان رئیس جمهوری که احتمال زیاد منتخب مردم هست باید به رسمیت شناخت، از حق مردم که ایشون انتخاب کردن باید دفاع کرد، ولی همزمان باید با آقای موسوی به صورت بسیار جدی گفتگو را آغاز کرد و از ایشون خواست که اگر خودشونو واقعا رئیس جمهور منتخب مردم میدونن، رؤسای جمهور اگر چه وابسته به این حزب یا آن حزب هستن در کشورهای دموکراتیک، ولی زمانی که رئیس جمهور میشن دیگه رئیس جمهور اون نظریه نیستن، رئیس جمهور کلیه تک تک شهروندانی کشور هستند و بنابراین به عنوان رئیس جمهور تک تک شهروندان ایشون نمیتونه نظرات و خواستهای بخش عمده ای از جامعه رو در نظر نگیره و اگر واقعا ایشون در نظر داره که بر منتخب بودن خودش تأکید بکنه، باز هم باید از هم اکنون برای با کسانی که این جامعه رو تشکیل میدن از هر قشر و طبقه و قومی که باشن گفتگو رو آغاز کنه و حداقل اگر هم خواسته اونها رو نمیپذیره خواسته اونها رو گوش بده و در این رابطه با اونها گفتگو بکنه و این مسئله به نظر من یکی از کمبودهای آقای موسوی و دوستانشون هست که تنها با کسانی تا حالا گفتگو کردن که از حلقه دوستان و یاران و هواداران خودشون بوده و بقیه رو نه تنها هیچ وقت باشون گفتگو نکردن، بلکه در هر زمانی که فرصت دست داده به نوعی کنار گذاشتن و نوعی به نوعی باز هم خواستند که یک اقلیت، اون اقلیتی که هم نظرشون هست رو نماینده اکثریت جا بزنن. این به نظر من یکی از
نه از نظر سیاسی تنها اشتباهه، نه از نظر دموکراتیک نادرسته، بلکه از نظر تاکتیکی هم فکر میکنم اشتباه بزرگی باشه، چون آقای موسوی تنها در صورتی که بتونه تمام کسانی که از حکومت کنونی دل خوشی ندارن، خواهان تغییر حکومت کنونی هستند و به دور خودش جمع، اگر این امکان رو نپیدا نکنه به دور خودش جمع کنه، نخواهد توانست به هیچ وجه در مبارزه که آغاز کرده و معتقد هست که میخواد تا شهادت اونو پیش ببره، اینو بارهایشون برش تکیه کردن، امکان پیروزی داشته باشه. برای پیروزی باید همونطوری که ایشون خودشون بارها گفتن که جمعیتی که به خیابان ریخت بعد از انتخابات نظرات مختلف رو در بر میگرفت، باید کلیه نظرات مختلف هم در گفتگوها و تبادل نظرها شرکت بده، وگرنه آقای موسوی در آخر در نهایت خودش خواهد موند و حلقه دوستان و همکاران و همفکرانش. آقای رفعت، و به عنوان بحث پایانی با توجه به تمام شرایط و بحثی که امشب مطرح شد، شما این آینده این جنبش رو چطور می‌بینید؟ آیا از این سکون در خواهد آمد و تحولی رو شاهد می‌شیم؟ من عادت دارم خوشبین باشم به آینده، چون فکر می‌کنم که خوشبینی یکی از دلایل اصلا وجود انسانه، چون اگر آدم بدبین باشه خب مجبوره، خیلی منطقی که بعد خودکشی کنه، چون آدم با امید به بهبود و بهتر شدن زندگی است که به زندگیش ادامه میده. بنابراین من امیدوارم که این جنبش در سالی که به تازگی آغاز شده بتونه به نوعی در جهت رفع مشکلاتی که قبلا بهش اشاره کردیم گام برداره، و این صحبت آقای موسوی در چند روز گذشته که شما بهش اشاره کردین و میخواهم به فال نیک بگیرم، هرچند که زیاد خوشبین نیستم، و اینکه ایشون این مشکلات رو فهمیدن و در نظر دارن به نوعی در حل این مشکلات گام بردارن، یا حداقل گفتگو برای حل این مشکلات و گسترش جنبش رو در برنامه کار خودشون قرار بدن. میگم بقای این جنبش موسوم به سبز تنها در گسترش اونه، تا زمانی که بقیه اقوام ایرانی، بقیه قشرهای جامعه ایرانی در این جنبش شرکت فعال نداشته باشن، این جنبش نه تنها نمیتونه رشد بکنه، بلکه خطر این هست که با در این ایزولاسیون یا انزوا فرصت مناسبی رو برای حکومت کنونی به دست بیاره که سرکوب و در حد نابودی این هر گونه صدای آزادی خانه در ایران ادامه بده. خب آقای رفعت، بسیار سپاسگزاریم از اینکه در برنامه امشب ما شرکت داشتین و تونستیم با نقطه نظرات شما در این بحث تحلیلی جنبش آشنا بشیم. منم با تشکر از شما و امیدوارم که فرصت جدیدی بازم دست بده که با بینندگان تیشک بتونم صحبت کنم. بله، ممنون و سپاسگزار از این که در برنامه ما مجددا سپاسگزاری میکنیم از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید. خب بینندگان عزیز، با توجه به پایان یافتن برنامه امشب و با آرزوی بهترین ساعات و بهترین لحظات زندگی برای همه شما عزیزان، شب خوش و بدرود.